در نظر بگیریم یه مسئله مهمه دیگه هم هستش. از نظر راهبردی نکنید الان ما سه گونه ارتش داریم که زیر چارچوب ولایت فقیه مطلقه اینها قرار گرفتن که از رهنمودهای رهبر اینها بر حال عملکردشون بر این هست. اون چی که در حاضر صحبت از بسیج هست بر حال یک بگیم افرادی که جدا در جبهه جنگیدن جنگ تحمیلی که بوده با عراق بین 80 تا 88 ولی از طرف دیگه اینها رو باید به کار بگیرن دیگه برای سرکوب. طرف دیگه ارتش رو ببینیم چه با چه جانفشانی جدن اشک تو چش همه جمع شد و کمک های بیدریقی که برای مردم کرمانشاه و زلزله‌زدگان داشتن بدون هیچ چشتاشی بدون اینکه حتی چیزی در دست داشته باشن با اون سرعت که باید به زلزله‌زدگان بیان کمک بکنن. سوم از این پاسداران انقلاب هستن، اسمش هم رو خودشه دیگه، پاسداران انقلاب اسلامگرا هستش و جهان شمولی اسلامی رو در بر داره، یعنی که تشیع رو به پیش ببرده، حالا بنیاد علوی باشه یا از طریق آخوند سازی یا اینکه پرورش عقیدتی که بتونن هر جایی که اینا میرسن از سوریه و عراق و لبنان گرفته از طریق حزب الله و یمن و حوثی ها و غیره، نه فقط بلکه از طریق نفوذی هایی که در اروپا هستن و در آمریکا هستن که ما میبینیم که آشورات ها سوار چه برنامه های از این ها و جدن دخل و تصرفی هم نداره به اینی که دموکراسی میتونه به اونا همچنین اجازه رو بده با تقوا و برهای خود عقیدت خودشون بیان عمل کنن. سیستم عقیدت حتی در خارج از کشور هستن و حتی به عنوان افرادی هستن که اقلیت هستن که در اکثریت تا وقتی که اون لطمه به شالوده دموکراسی نخورده و حقوق افراد زیر سوال نبرده میتونم کار خودشون رو کنم، باورهای خودشون رو دارم. حالا اون چی که از نظر من مهمه از نظر راه بردی و امنیت ملی بر اینه که اول از همه در حال حاضر حزب الله یا اسمشو بذاریم پاسداران الان در جبهه سوریه، اینا الان در جبل عامل از یه طرف، جبل عاملی ها از طرف دیگه، ما در برندی های گولان اونا رو در حال حاضر داریم میبینیم. با وجود که اسرائیل داره کاری که در عرض این کشتار فجیعی که بوده و نمیدونم نسخ کشی که بوده که 500,000 رو اینا زدن و کشتن و اینها که روی هم رفته، بگیم که 100 سال نزاع اسرائیل و عرب نمیدونم ممکنه به 20,000 30,000 چند 50,000 نفر رسید باشه. اینا 500,000 رو سر بریدن، همدیگر رو کشتن. دقیق میکنی؟ یعنی ما نمیتونیم بیایم از نظر امنیت ملی اسرائیل هم صحبتش بکنیم، میگه با کی میایید با این نظام میخواد صحبت بکنید؟ پارتنرت کیه؟ کسی که خودی رو میزنه میکشه دختر خودش رو به خاطر احترام به عقیدتی خودش میاد سر میبره. یعنی یک دوم از اینه که پاسداران انقلاب اسمش رو خودشه، برای اینکه برای صدور انقلاب این درست شده، برای اینکه نظام رو پابرجا نگه داره و از طریق حالا اقتصاد مقاومتی سعی بر این داشته باشه از یک طرف اینها جزء کشورهای بی‌طرف باشن، از طرف دیگه فناوری هستی، از طرف دیگه مثل کره شمالی در اون بستر سیاسی و نمیدونم سوق‌الجیشه خاورمیانه که 40% نفت فقط از طریق تنگه و هرمز رد میشه، برای اینی که بیان و آروم بکنن برای تثبیتش این اومدن این بهات توافقی که جولای 2015 بود
بتونن تثبیت بکنن اون وضعیتی که در حال حاضر خاورمیانه مخصوصا خلیج فارس هستن، یعنی که فردی که از نقطه نظر اونها شرور هست و اون بهش میگن محور شرارت رو بیش از اندازه نیان تحریکش بکنن، اون دیپلماسی اوباما بود. الان در حال حاضر اینا سعی بر این دارن که از این یکم پا فراتر بدهن و کار رو یک سرش بکنن که کره شمالی دومی در خاورمیانه نباشه. ولی اگر برگردیم به جنگ تحمیلی که بوده، که حاضر بودن 1,000,000 نفر در قبال رسیدن به هدف اسلام حق بر ضد باطل، معنا نداره، ما حاضریم بدیم. ولی الان هیچ مادر ایرانی حاضر نیست نه جوون خودش رو برای کشتار بفرسته، برای انتحار بفرسته، برای حتی نمیدونم یعنی که در حد و حدود خودش اینا میخوان زندگیش بکنن و زندگی میخوان بکنن. پس پاسداران سعی بر این دارن چی کار بکنن؟ آقا میخوایم تشیع باشیم یا میخوایم صدور انقلاب کنیم، میخوایم برای اسلام به جنگی، میگن آره تا قطره خون آخر اون سنی پاکستانی، لبنانی، حزب اللهی و افغانی. دقت میکنی؟ یعنی که یه جوری ما میبینیم آقا ملیگرایی در مقابل اسلامگرایی، ملیگرایی را خودش رو انتخاب کرده، میگه آقا ما به ما چه مربوط، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، شعارهایی که ببینید. حالا مال باختران این ورشکستگی اقتصادی و نمیدونم اختلاس های کلان کلانی که ما داریم میبینیم، اینها برحال اون شفافیت هم که کنگره درخواست کرده برای منظور و زیر سوال بردن و زیر اخت بردن یکایی که مال های باخته و غیره و اینها، توی میونم اینا دارن دخل و تصرف میکنن. آقا نمیدونم بیایید کتیبه های باستانی هخامنشی رو اینها به ضبط بکنن و چه کارا که در این میون چه ها چه نکردن و چه ها که دارن اروپایی و آمریکایی در حال حاضر دارن میکنن. ولی به هر حال احتیاج ما به یک گروه مردمی هست که از خودجوش، از خود ایران یعنی بپاخیزه و از طرف دیگه اون قدرت و پشتیبانی دیپلماسی رو از خارج از کشور داشته باشه برای سلب مشروعیت از اون نظامی که سرکوبگره.